میدونم به چی فکر میکنی. ندیم چه چیزایی یادش میاد؟ فقط به همین فکر میکنی مگه نه؟ نه چیکار میکنی؟ جای اینکه یواش یواش ضربه بزنی یهو خلاصم کن، یه بارکی تمومش کن. بیا برم کن جنگ. یه بریم بهش بگو، اون اتفاقو بگو، مادرمو بگو، منو بگو، هر بلایی که سرش آوردیم بهش بگو. بیا ولم کن دیوونه، دستمو ول کن. بیا جنگ. اینجه چه خبره؟ چیزی نیست آقا. پسرم این چه رفتاریه؟ این دعوای زن و شوهری سر چی بود؟ چیز مهمی نیست بابا. گوش کن پسر، حواست باشه که این فقط زندگی تو نیست. قرار نیست با داد و بیداد و تهدید همه چی رو حل کنی. سعی کن طرف مقابلت هم درک کنی، وگرنه مرتکب اشتباهی میشی که نمیتونی جبرانش کنی. وقتی یکی حرف میزنه اون یکی باید گوش بده. مادر بزرگم میگفت زندگی مشترک یعنی این. حالا برو ببینم، برو از زنت معذرت خواهی کن، برو. باید تحمل کنی، باید تا آخرش تحمل کنی. هر اتفاقی هم که افتاد بازم باید تحمل کنی. ازت معذرت میخوام جنره، حق با توه. میترسم، از اینکه همه ی زندگیم تو مشت یه نفر دیگه است میترسم. انقدر میترسم که دارم دیوونه میشم. اوف. و اینم از میز تاریخی خانواده کاراچای. از چهره نور میباره، نور. شوق زندگی سر میز شام داره فوران میکنه. ببینمت. کاراچای مادر خیلی ساکته، میگرنه میگره. و کاراچای پدر هیجان زده است. دخترم اینو بیار پایین، چرا از همه چی فیلم میگیری؟ خب چی کار کنم، این واقعا یه لحظه تاریخیه. تو این لحظه تاریخی که به همراه عروس شگفت انگیزمون سر یه میز هستیم، همراه با ندیم، خانوادگی دور همیم. به نظرم سرنوشت خانواده کاراچو یه بار دیگه داره نوشته میشه. الان ندیم از اتاقش میاد بیرون تو شرایطی که انگار عصا قورت داده. یعنی منظورم از این جمله این بود که خیلی محکم با قدمای پر سر و صدا را نمیره، اما جونش آتیش به پا میکنه، آتیش. اینقدر هیجان انگیزه که احساس میکنی 40 ساله داری این پله ها رو بالا پایین میکنی. نه این که مثل بچه ها بخواد پایین بیاد، خیلی محکم و استوار، جوری که زمین بلرزه، آتیش به پا میکنی. موسیقی
شوخی گذشته ندیم قراره بیاد سر این میز بشینه، اما این دفعه نه با ویرچر، قراره بشینه رو صندلی که سر میز هست. فکرشو بکنید، آخرین باری که ندیم رو این صندلی نشسته بود بچه بود، تازه حتی با ویرچر هم زیاد سر میز نیامده بود. رسما میخواد بیاد سر این میز و با ما غذا بخوره. به خدا دارم از هیجان سکته میکنم، خیلی عجیبه، آدم باورش نمیشه. بذار بیاد اینجا، دستمو اینجوری میگیرم، به خدا بهت نشون میدم که مایه تنم چجوری. نمیخواد نشون بدی، اصلا نمیخواد نشون بدی. اینو دارم به همتون میگم، حرفای دکتر رو فراموش نکنید. متوجه شدی؟ خیلی طبیعی رفتار کنید. لازم نیست هر کاری میکنه زیر نظر بگیرید یا تشویقش کنید. دامرا، خصوصا تو حواست باشه. خب چشم. وقتی بچه اومد یهو مثل گاو بهش زل نزنی تابلو بشه. شب بخیر. شب بخیر پسرم، برو بشین سر جات. شما دارین چی کار میکنی؟ ندیم همیشه تو اتاق خودش غذا میخوره، من که بهتون گفته بودم. اتفاقا منم میخواستم بهتون بگم که به لحاظ روحی این کار اصلا درست نیست، اما شما سریع رفتی. بایدم اشتهاد کورشه. دکتر اجازه گرفت. آقا خان مجبور بود در خونه رو برود باز کنه. اخ، الان باید سر میز تو ویلا میشستیم. تو هم کنار شوهرت مثل خانمانش رسته بودی. آره، حتی شوهرم تو دهنم غذا میذاشت، مگه نه؟ از صبح داری مخ منو میخوری یا مامان بزرگ، یه جوری حرف میزنی انگار از هیچ کدوم اون کارایی که کردم خبر نداری. بس کن دیگه، اینقدر نگو شوهرت. یادت رفته چه بلاهایی سرش آوردم؟ میخوای برات یادآوری کنم از کدومشون شروع کنم؟ ها، از فوشام بگم یا از تحقیرام؟ کدومش؟ از هول دادنام بگم یا اینکه تا صبح کف زمین میخوابوندمش؟ کدومش؟ اون شوهری که تو میگی، من روزا روش سوپ میریختم، شبام با بالش خفش میکردم. میفهمی؟ خفش میکردم. اون شوهری که میگی من داشتم میکشتمش. تو هنوزم به اون تست دی ان ای که معلوم نیست کی دستکاری کرده دلخوشیاره؟ اما من بارها رفتم جلوی روی ندیم و بهش گفتم که پدر این بچه جنکه. ای خدا جون، چی شد؟ چرا هیچی نمیگی ها؟ حرفی نداری بزنی؟ آره حتما باید دونه دونه بهت بگم تو بفهمی؟ اصلا به فرضم که بگیم یه معجزه ای شد، آقا آگاه در ویلا رو برامون باز کرد و ما رو قبول کرد، بعدش چی؟ بعدش قراره چی بشه؟ ندیم منو نابود میکنه، اول از من شروع میکنه. حتما مادرته گفته بود بعد از شام میام. من الان اصلا حوصله اونو ندارم. باور کن حوصله‌شو ندارم. بهش بگو خوابیده. منم میرم کپه مرگمو بذارم. خواهش میکنم.
خیر باشه مامان نریمان. این چه قیافه ایه؟ عجب حرفی میزنی یا سحر خانوم. مگه چیز خندداری هست که بخوام بخندم؟ خب دخترم کجاست؟ طفل معصوم از قصه خوابش برد. کجا میخواستی باشه؟ آی. تو خواب میاد میشینه باهات غذا میخوره؟ آره؟ تعجب میکنم با این همه دروغ چرا تو الان سنگ نشدی؟ گوش کن سحر، اینجوری نمیشه از من گفتن. این دختر اینجا داره نابود میشه، نمیشه که اینطوری واسه این دختر مادری کنی. از بچت حمایت کن، هوای دخترتو داشته باش. من مثل کوه پشت دخترمم، همینجوری که وقتی اشتباه کرد مقابلش بودم، زمانی هم که حق با اون باشه پشتشم. خب حالا این همه پشتشو گرفتی چه فایده ای براش داشتی سحر خانم؟ گفتم هر وقت که حق با اون باشه. منم اومدم اینجا که با دخترم حرف بزنم و حمایتش کنم. فقط ممنون میشم دخالت نکنی. نمیخواد با دخترت حرف بزنی وگرنه سکته میکنی. نخوابیدی میدونم، الکی فیلم بازی نکن. عزیزم چرا از من فرار میکنی؟ بشقابی تو دیدم هیچی نخورده بودی. حرفایی که مامان بزرگ میزنه همش حقیقت داره. ندیم واقعا یه آدم دیگه شده. خدا رو شکر. اگه ببینیش باورت نمیشه. بعد این همه سال وقتی میبینه که داره اینجوری راه میره از تعجب خشکت میزنه. وقتی نگاش میکنی حتی نمیتونی پلک بزنی، نمیتونی چشم ازش برداری. خجالت میکشی مگه نه دخترم؟ پشیمونی مگه نه؟ پشیمونی دیگه چه فایده ای داره؟ این دیگه دست من و تو نیست. حتی آقا هم نمیتونه. شوهرت باید تصمیم بگیره. شما قراره صاحب بچه بشین. تو این حق و داری که بری جلوی شوهرت وایسی و ازش عذرخواهی کنی. میفهمی؟ من تا آخرش پشت این مسئله وای میسم. اما اگه اشتباه دیگه ای کرده باشی و من بی خبر باشم چی؟ تو کاری کردی که آقا آگاه بدونه و من ازش بی خبر باشم ها؟ آره؟
کار. برای ندیم یه چاقوی دیگه بیار. نوشه جان، جرن دخترم نکن این کارو، وای نسا اونجا. اگه تو مریض شی بچت هم مریض میشه. به فکر خودت نیستی؟ به فکر بچم باشم. باشه بس دیگه، اینو از حفظ شدم. ولی دلم نمیخواد از حالو به بعد کسی نگران بچه من باشه. حتی دوست ندارم هیچ نظری بدین. فهمیدین چی گفتم؟ دخترم معلوم هست چی داری میگی؟ واقعا منظورمو نفهمیدی؟ کدومتون به فکر بچه من هستین آخه؟ شما همتون سعی کردین من از بابای بچه‌م دور کنین مامان. این چه حرفیه آخه؟ اینجوری حرف نزن دخترم. همینایی که میگی به زبون نیارم همون بلاهایی که خودت با همدستی آقا آگاه سلام آوردی مامان. الان اومدی اینجا که زیر زبونمو بکشی ببینی اشتباه دیگه ای کردم یا نه. از من چه انتظاری داری دخترم؟ قصه کدومتون رو باید بخورم؟ چشمو وا کردم دیدم هر دو تاتون ازدواج کردین. الانم برای اینکه زندگی جفتتون رو نجات بدم، باز این منم که دارم خودمو به آب و آتیش میزنم. دیگه نمیدونم به کدومتون باید توجه کنم. میخوام بیام پیش تو، میبینم خواهرت از اون طرف داره میره دادگاه که شوهرش طلاقش بده. ببین دهن منو باز نکن، نمیدونی چه خبره. وای خدایا نگاه چیا رو دارم بهت میگم. نفهمیدم مامان، یعنی من الان درست شنیدم؟ اونا میخوان طلاق بگیرن؟ الان مگه چی شد؟ من متوجه نشدم. خب چاقو از دستش افتاد دیگه. من هر روز هزار تا چیز از دستم میفته، مگه چه اشکالی داره؟ این برای اون یه اتفاق ساده نیست آملا جان. این میزم برای اون یه میز معمولی نیست. این میز جاییه که اون حس میکنه بهش تعلق داره، جایی که میتونه ببینه یه خونواده داره. اون برای اینکه بتونه سر این میز بشینه و اون چاقو رو بگیره دستش خیلی تلاش کرده. گرفتن چاقو تو دستش برای اون خیلی اهمیت داره. بله
داره سعی میکنه که خودشو با یه چنگال و چاقو ثابت کنه. چاقو برای ندیم مثل یه مدال قهرمانی میمونه، دقیقا مثل این پله هایی که سعی میکنه ازشون بالا و پایین بره، مثل کتابی که سعی میکنه با صدای بلند بخونه. ندیم دلش نمیخواد اون چاقو از دستش بیفته، چون دیگه دلش نمیخواد کسی از روی ترحم نگاهش کنه. برای همینم افتادن اون چاقو برای ندیم اصلا اتفاق ساده‌ای نیست، خیلی بیشتر از اینا اهمیت داره. اون پیش ما احساس امنیت نکرد. تو هم اصلا کار درستی نکردی که میخواستی چاقو رو از رو زمین برداری و بدی بهش. شایدم نتونستی بهش حس امنیت بدی. واقعا معذرت میخوام جمره، باور کن نمیدونم چی شد که این چاقو افتاد و منم مثل احمقا برش داشتم. تو رو خدا ببخشید، جدی میگم. جنگ، معذرت میخوام، این یه جنایت وحشیگریه. من به چه حقی خم شدم که چاقو رو بردارم بدم به ندیم؟ این کارم خیلی وحشیانه و غیر انسانی بود. از شماها معذرت میخوام، تا ابد هم از شما و هم از ندیم معذرت میخوام. غلط کردم که چاقو رو از رو زمین برداشتم. اینم یه الگوی بسیار جذاب برای زندگی مشترک. آفرین عروس نازنینم. جینگ گفت میخوام طلاقش بدم و اون خواهر مغرور من گفت نمیخوام جدا بشم. آره مامان، ببینم تو مطمئنی که خواب ندیدی؟ من همه چی رو با چشای خودم دیدم، حتی رفتم به آقا آگاه هم گفتم، برای همین اون عروسی رو گرفتیم. پس شام عروسی واسه نجات زندگی اونا بود. گوش کن عزیزم، تو رو خدا یکم صبور باش، درکت میکنم. ببین من به عنوان مادرت قسم میخورم که حواسم به شوهرت باشه. به محض اینکه بفهمم آمادگیشو داره خودم میام تو رو میبرم پیشش، بهت فرصت میدم باهاش حرف بزنی. هر کسی هم جلوی روم وایسه باز این کارو میکنم، باشه؟ بهت قول میدم. من سر میز اون حرف رو نزدم که ناراحتت کنم جنگ. شایدم من بی خودی ناراحت شدم، مهم نیست. ببین جمره، من اون چاقو رو از زمین بر نداشتم که ندیم و تحقیر کنم، برای اینکه خودم له نشم این کارو کردم. چون وقتی اون چاقو میفته رو زمین منم خورد میشم جمره. ندیم اولین باره که سر اون میز میشینه و چون میدونم که مسببش من بودم خورد میشم. زیر بار اون تلاشی که ندیم میکنه، اون هیجانی که پدرم داره، له میشم. ندیم دوران سختی رو میگذرونه، تو داری اذیت میشی، من دارم اذیت میشم. تو این ویلا برای همه ما دوران جدیدی داره شروع میشه. حتی اگه از همه چی بگذریم، خوب یا بد، این که حق داریم یا اصلا حق نداریم، کار همه ما سخته. من دلم نمیخواد این کارو برای کسی سخت در کنم، اما واقعا نمیدونم باید چی کار کنم جمره. وقتی به اون بچه نگاه میکنم نمیدونم چه حسی دارم، چه فکری باید بکنم، حتی نمیتونم حرف بزنم. خب پس اگه هیچی نمیدونی، کار درست رو انجام بده. کار درست چیه؟ هر کاری که دلت میگه بکن، هر
هرچی که از دلت میاد حتی اگه اشتباه هم باشه از نظر خودت درسته. باز هیچی نگو، را تو بکش برو. آره دیگه تو کیفت کوکه. جمر خانم تو فیلا کنار شوهرش سر میز میشینه، ولی جرن بدبخت چه حساب برات اهمیت داره؟ نشنیده میگیرم، نشنیده میگیرم. هر چقدر میخوای قور بزن، حالا اومدن چه فایده داشت؟ من و دخترم با هم حرف زدیم، همدیگرم درک کردیم، برام همین کافیه. تو اینو بگیر، این کارت دکتر ندیمه، شماره و آدرسش هم هست، منتظره که جرن بره پیشش. ابرای سیاه بالای سر آشنوی خواهر مغرور، من از این خیلی خوشم اومد. شونه کن، شونه کن، همه جا تو آتیش داره میسوزه، تو بشین مواتو شونه کن. خیلی زشته واقعا، یه بارکی بیا تو روم فوش بده دیگه. من اصلا نمیفهمم چی دارم میگم. باز چه خبر شده؟ رنگ و رود باز شده؟ مادرت بهت چی گفته که اینجوری خوشحال شدی؟ بگیر. باز شانس بهت رو کرده نریمان سلطان، امارت یه بار دیگه چشم نوتو کور کرده. بالاخره به حرفم رسیدی ها؟ پس اینم بگیر، ولی این کارا با این حرفا پیش نمیره دخترم. راهی که به ویلا میرسه از شوهرت میگذره، راهی که به شوهرت میرسه از دکترش میگذره. عروس اومد تو، حتما با هم حرف زدن. داملا چی کار میکنی دخترم؟ این کار برای زنده تو نیست؟ بابا حالا انگار خودتون کنجکاو نیستی. روحیمون خراب شد، خیر سرمون میخواستیم اولین شبی که ندیم کنارمونه جشن بگیریم، ببین چی شد. افتادن یه چاقو به کجا که نکشید. من دیگه باید باید بری بابا. من همراهتون میام بابا جون. ممنونم دخترم، هوا دیگه سرد شده، برو تو یه وقت مریض نشی باشه؟ یعنی میگی دست از سرم بردار؟ نه بابا دختر عزیزم، این چه حرفیه که میزنی؟ چون خوب میدونی چی میخوام بهت بگم. بابا آخه این چه کاریه؟ از صبح تا حالا به این خوبی کنار هم بودیم، چرا میخوای بری؟ اصلا کجا میخوای بری؟ خب گاهی وقتا بین زن و شوهرها از این چیزا پیش میاد دخترم، تو به اینا فکر نکن، من و مادرت خودمون یه جوری حلش میکنیم. زود باش تو برو تو، برو که مریض نشی بابا. ببخشید ولی منظورتو نفهمیدم. یعنی میخوای بگی به اینکه پدر مادرم با هم قهرن و اصلا حرف نمیزنن اهمیت ندم؟ بابا به من نگاه کن، ببینم شما که به خاطر این لجبازی های بچگانه تصمیم خاصی نگرفتی. بیا بریم دخترم. مجبوریش نیست، مجبوری. دختر خوشگلم، تو انگار بابای خودتو نمیشناسی. من که از اینجور اخلاقا ندارم دخترم. دارم؟ من دیگه نمیدونم،
تا داداشم سرمی صداشو برد بالا رنگت پرید. بابا اگه قرار باشه این بازی ادامه داشته باشه، اگه قرار باشه انگشتر مادرم تو دستش نباشه، به خدا باهات قهر میکنم. گفته باشم حواست باشه. تو رو خدا تو این سن منو درگیر طلاق نکنی، چون من نیستم. ولی ببین کی داره میاد، نگاه کن. الهی بمیرم، با خجالت داره میاد. ناز نکن دیگه، مامانم خیلی مهربونه. خب دیگه من برم که شما هم با خیال راحت آشتی کنید. چی شده؟ دخترم داشت ازت بازجویی میکرد. تو بگو چی شده شنیز؟ چرا بلند شدی تا اینجا اومدی؟ این همه را به زحمت افتادی؟ میخواستم بهت بگم مجبور نیستی بری تا زمانی که ندیم اینجاست، مخصوصا تو اولین شبی که اینجاست. میدونم که دلت نمیخواد تنهاش بذاری. زیادم راه دوری نمیرم، میرم همین هتل بالایی، یعنی همین نزدیکی است. زیاد ناراحت نیستم. یعنی میخوای بگی سر حرفم هستم؟ به نظر من زندگی که به اندازه 25 سال ارزش داره نباید قربانی لجبازی بشه. اگه لجبازی نیست پس این چی؟ بعد از شام عروسی از هر سه نفری که به هم زنگ میزنن، دو نفرشون میپرسن چرا حلقه دستت نبود؟ میگن شنیز چرا حلقتو ننداختی؟ آی فکرای بد به ذهن آدم میرسه شنیز. رفتی تو اتاق نیومدی پایین شنیز. خیلی خوب، بگو دلیل این که رفتی تو اتاقت امضایی بود که دادم یا ندیم؟ بذار من بهت بگم، به خاطر امضا نبود، چون بهت ثابت کردم در مورد ندیم اشتباه کردی، خودتو تو اتاق حبس کردی. در مورد ندیم اشتباه کردم؟ این به معنای مؤدبانش یعنی این که بهت دروغ گفتم؟ آره بی خیال، من دیگه به این مسائل پیش و پا افتاده اهمیت نمیدم. تنها چیزی که برام مهمه بچه ها. اونا دیگه بچه نیستن شنیز، از آب و گل در اومدن. آقا دملا فکر میکنه این مسائلی که بینمون هست یه دعوای ساده زناشوییه. اگه اون قرار داد و امضاها رو ببینه داغون میشه. روی اون کاغذ فقط امضای من نیست شنیز، امضای مادرشم هست. در واقع امضای مادرشونم هست، و این تو بودی که اون کاغذ رو گذاشتی جلوم و مجبورم کردی امضاش کنم. شب خوش. واقعا داریم طلاق میگیریم؟ واقعا داریم جدا میشیم؟ خب پس اگه هیچی نمیدونی کار درست رو انجام بده. هر کاری که دلت میگه بکن، هر چی که از دلت میاد حتی اگه اشتباه هم باشه. اما باز از نظر تو درسته، حتی اگه اشتباه هم باشه، اما باز از نظر تو درسته. حتی اگه اشتباه هم باشه، اما باز از نظر تو درسته. فرار کنی؟ حاضری فرار کنی؟ Thank you.
حسابی تو فکر بودی، حواست به ویلچرت بود. من فقط اومدم بهت یه سری بزنم. عمو جان اینو ازت خواست؟ نه، بابام رفت، من خودم خواستم که بیام پیشت. آخه قبلنا اینطوری بود، چون عمو جان ازت میخواست میومدی. یادته؟ اتفاقاتو نه، اما احساساتو نمیشه فراموش کرد. میدونی که وقتی به چشمای یه نفر نگاه میکنی، شاید به خاطر نیاری چه بلایی سرت آورده، اما اینو هرگز فراموش نمی کنی که چه حسی بهت داده. اومدم ببینم چیزی احتیاج داری یا نه. بگذاریم آروم آروم. هر چیزی که احتیاج داشته باشم و آروم آروم میگیرم. باشه، شب بخیر. ندیم، چرا این ویلچر را آوردی تو اتاقت؟ اگه من جای تو بودم، جلوی چشمم که هیچی، خیلی وقت پیش آتیشش میزدم. تو هیچ وقت جای من نبودی. تو هیچ وقت نتونستی جای من باشی. چرا اینو نمیندازی دور؟ برای اینکه فراموش نکنم. چی رو نمیخوای فراموش کنی ندیم؟ اتفاقاتو؟ وجدانو؟ برای اینکه وجدانم از یاد نبرم.